تویت خان. پرواز یک پرستوی دیگر. پرستوی دیگر پرواز کرد و طاقت این هوا را نداشت. با بالهای کوچکش سفر کرد و رفت. مگر این کودکان چقدر زندگی کردند که آنقدر زیاد میمیرند؟ روزگاری در کتابها خواهند نوشت مردمی در اصل تکنولوژی زندگی میکردند که فرزندانشان به خاطر گوشی موبایل خود را حلق‌آویز میکردند. او رفت تا یک مشت انگل و انگلزاده به حیات حیوانی خود روی ثروت‌های مردم ایران ادامه دهند. امروز ما را نابود کردند. می‌خواهند آینده ما را هم نابود کنند. اما نخواهیم گذاشت. در زندگیش زوال را تجربه کرد. یک ذهن پر از سوال را تجربه کرد. وقتی که پرنده در قفس مهمان شد، پرواز بدون بال را تجربه کرد. آیا خون بیگناهی هست که دامان جمهوری اسلامی به آن آلوده نشده باشد؟ حتی کودکان؟ برنامه شاد غمگین ترین برنامه خانواده ها بود. یک خودکشی دیگه به خاطر نداشتن گوشی هوشمند. تبلت و گوشی برای آموزش ندارن. طناب و چهارپایه واسه خودکشی دارن. از برکات حکومت آخوندی. ما رکورد زدیم در زندانی سیاسی، در اعدام، در فقر، در تبعیض، در خودکشی کارگر، در خودکشی کودکان. یک کودک 13 ساله دیگر به علت نداشتن موبایل برای کلاس‌های آنلاین خودکشی کرد. در حالی که سلاطین سکه و ارز و گوشت و دارو و غیره بر مملکت چنبره زدند. مرگ بر جمهوری اسلامی. محمد و پرستو گناهشون چه بود؟ راه حل چیست؟ تعهد ما در قبالشان چیست؟ به یک چیز فکر میکنم. قیام و سرب مذاق.